به نام خدا. سلام، وقتتان بخیر. به خبر دستولو و تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: تأکید ترکمنستان بر تعامل بیشتر جامعه جهانی با حکومت سرپرست. رئیس جمهوری این کشور از جامعه جهانی خواسته تا در مبدل شدن افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز و شریک اقتصادی با ارزش همکاری کند. وضعیت همکاری کشورها را نیاز دارد که باید همکاری صورت بگیره و موقف کشور ترکمنستان بسیار پسندیده و مثبت است. وضاحت امارات اسلامی درباره تعامل مثبت با کشورها. مولوی کبیر میگوید امارات اسلامی بر بنیاد سیاست مستقلانه با تعامل مثبت با کشورها اولویت میدهد. پان حکومت پر خپلو ژمنو عمل کړی او هیڅکله مې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادو ته او نړۍ ته ضرر ورسوي. د محترم سیاسي مرستیال په وینا اسلامي امارات د خپلواک سیاست په بنسټ مثبت تعامل ته لومړیتوب ورکوي او غواړي په سیمه کې د اقتصادي پروژو برخه شد. ادعای ترامپ بر به دست آوردن دوباره پایگاه بگرام. میگوید در صورت پیروزی در انتخابات پیشرو پایگاه هوایی بگرام را دوباره به دست خواهد آورد. بزرگترین پایگاه هوایی دنیا را که در نیمه شب از دست دادیم، از دست نمی دادیم. موقعیت کشور ما به مراتب بهتر بود، اما مطمئناً با آرای شما و حمایت شما دوباره به دست می آوریم. و واکنش ها به انفجار دستگاه های ارتباطی بی سیم در لبنان. من حامد بهرام میزبان شما هستم. رئیس جمهوری ترکمنستان تاکید ورزیده است که افغانستان باید عضو از جامعه جهانی باشد. او که در نشست آسیای مرکزی و آلمان در کازاخستان سخن میزد، از جامعه جهانی خواسته تا در مبدل شدن افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز و شریک اقتصادی با ارزش همکاری کند. آقای محمدوف همچنان افزوده که کشورهای آسیای میانه و آلمان باید در سطح جهانی و منطقه‌ای به این موضوعات توجه کند و روابط دیپلماتیک خود را با افغانستان افزایش دهند. رئیس جمهور ترکمنستان در نشست آسیای مرکزی و آلمان در پایتخت کازاخستان تأکید ورزیده است که افغانستان باید عضوی از جامعه جهانی باشد. با گزارش رسانه‌های ترکمنستان، سردار برده محمدوف از جامعه جهانی خواسته که در تبدیل شدن افغانستان به کشور صلح‌آمیز و شریک اقتصادی با ارزش همکاری کنند. آقای محمدوف افزوده است که کشورهای آسیای میانه و آلمان باید در سطح جهانی و منطقه‌ای به این موضوعات توجه کنند و روابط دیپلماتیک خود را با افغانستان افزایش دهند. بر پیمانی که روزنه های اقتصادی بیشتر باشه، از مجرای شریان های اقتصادی به سود کشورهای زیردخل میتونه تمام شود. بنان افغانستان میتونه یک پل ارتباطی میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی باشه. من جمله به کشور ترکمنستان هم میتونه یک مسیر ترانزیتی خوب کشور افغانستان قلمداد شود. همزمان با این، امارات اسلامی اظهارات رئیس جمهور ترکمنستان را می ستاید و می گوید که افغانستان و ترکمنستان روابط خوب سیاسی و اقتصادی دارند و تلاش ها از بهر گسترش این روابط همچنان در جریان است. از لحاظ اقتصادی و احیای بنیادهای افغانستان گو به بهبود در حرکت است، ولی وضعیت همکاری کشورها را نیاز دارد که باید همکاری صورت بگیره و موقف کشور ترکمنستان بسیار پسندیده و مثبت است. ترکمنستان از جمله کشورهایی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارات اسلامی روابط خود با افغانستان را حفظ کرده و در نهمین نشست سران کشورهای سازمان ترک نیز خواهان تسریع تلاش ها برای بهبود وضعیت افغانستان شده بود. دغه هیوادونه تاکید پام دی که چې امارات اسلامی سره نړیوال په ټولو برخو کې همکاری وکړي ترڅو منګه کمی ستونزې چې اوس فعلا لرو، که په اقتصادي برخه کې، که په سیاسي برخه کې، دا له نړۍ سره د یو میزبان په شکل یا د دوحې له لارې یا د دغو هیوادونو له لارې وکولی سو دغه مشکلات له نړۍ سره حل سي. پیش از این نیز رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم گشایش کار عملی پروژه تاپی بر ادامه روابط دو کشور تاکید ورزیده و گفته بود که ترکمنستان در تلاش تقویت روابط میان اشقاباد و کابل است.
معاون سیاسی ریاست وزرا میگوید که امارت اسلامی بر بنیاد سیاست مستقلانه و تعامل مثبت با کشورها اولویت میدهد و تعهدات خود در برابر جامعه جهانی نیز عمل کرده. همزمان با این سرپرست وزارت خارجه در دیدار با یادگار خواجه شادمانوف سفیر ازبکستان در کابل میگوید که پس از فرستادن سفیر امارت اسلامی به ازبکستان فصل جدید روابط میان دو کشور آغاز خواهد شد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار تودیعی با سفیر ازبکستان در کابل گفته که امارت اسلامی بر بنیاد سیاست مستقلانه به تعامل مثبت به کشورها اولویت می‌دهد. حمدالله فطرت می‌افزاید که مولوی عبدالکبیر در این دیدار تاکید کرده که حکومت سرپرست بر تعهدات خود عمل کرده و همچنان اجازه نمی‌دهند تا خاک افغانستان در برابر کشورها کار گرفته شود. سلام مولوی عبدالکبیر صاحب زیاته کړه افغان حکومت پر خپل ژمنو عمل کړی او هیڅ کلمه اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادو ته او نړۍ ته ضرر ورسي. د محترم سیاسي مرستیال په وینا اسلامي امارت د خپلواک سیاست په بنسټ مثبت تعامل ته لومړیتوب ورکوي او غواړي په سیمه کې د اقتصادي پروژو برخه شي. به گفته حمدالله فطرت، یادگار خواجه شادمانوف سفیر ازبکستان در این دیدار نیز گفته است که مقام های ازبکستانی خواهان روابط بیشتر سیاسی و اقتصادی با افغانستانند. در سوی دیگر، معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که امیرخان مرتقی در دیدار با سفیر ازبکستان در کابل گفته که با فرستادن سفیر امارت اسلامی به ازبکستان، فصل جدید روابط میان دو کشور نیز آغاز خواهد شد. په تاشکند کې د افغانستان د ډیپلوماټیک حضور کچې لوړول د دوه اړخیزو اړیکو پرمختګ وباله. د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې تاشکند ته د افغانستان اسلامي امارت د سفیر له تللو سره به د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې کې نوی څپرکی پرانیستل شي. شمار از آگاهان مسائل سیاسی تاکید می کنند که امارت اسلامی باید برای حل چالش ها در کشور با تمام کشورها به شمول ازبکستان روابط نیک و تعامل مثبت داشته باشند. مطمئن باید دولتونو سر تحمل تلا راواره که او تحمل جبه پیدا که دا یو دیر مثبت کام دی چی دا کار وسی خدا دا حکومت پریزه هم جوری جی او دا نور خارجی هیوادونو اغه د بشری نگاه څخه د دوی مکلفیت هم جوړیږي چې د افغانستان د اولس لپاره د اوسنی حکومت سره تحمل غوړه کی. در قدم اول ما باید با مردم افغانستان تعامل نیک داشته باشیم، خواستای مردم افغانستان بجا کنیم. بعد از او ما اگر نخواستان باشیم جهانیا کشورهای منطقه با ما تعامل میکنند. بر بنیاد خبرنامه ارک، معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با سفیر ازبکستان افزوده که حکومت سرپرست می خواهد تا در پروژه های اقتصادی در منطقه سهم خود را ادا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور بار دیگر در سخنان در میان هوادارانش با اشاره به مسئله خروج آمریکا از افغانستان میگوید که در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو پایگاه هوایی بگرام را دوباره به دست میگیرد. و همچنان حضور آمریکا در افغانستان را به نزدیک بودن به چین پیوند میدهد و میافزاید که افغانستان به سبب نزدیک بودن به چین برای آمریکا مهم بوده. امارات اسلامی اما تا اکنون در این باره چیز نگفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور بار دیگر در سخنان در میان هوادارانش از دست دادن پایگاه هوایی بگرام را خسارت جبران ناپذیر برای آمریکا میخواند و می افزاید که در صورت پیروزی در انتخابات پیشرو پایگاه هوایی بگرام را دوباره به دست خواهد آورد. اگر نگاه به چیزهایی که از دست دادیم بیندازیم، از میان موقعیت ما در رده تولید کنندگان نفت تا از دست دادن پایگاه هوایی بگرام می توانیم تصور کنیم که به چی پیمانه خسارت بار بوده است. باید دوباره به دست بیاوریم. تصور کنید اگر تولید ما توقف پیدا نمی کرد و بزرگترین پایگاه هوایی دنیا را که در نیمه شب از دست دادیم از دست نمی دادیم، موقعیت کشور ما به مراتب بهتر بود. اما مطمئناً با آرای شما و حمایت شما دوباره به دست می آوریم. دونالد ترامپ در بخش دیگر از سخنانش می افزاید که اگر او رئیس جمهور می بود، پایگاه هوایی بگرام را رها نمی کرد. دونالد ترامپ همچنان حضور امریکا در افغانستان را به نزدیک بودن به چین پیوند می دهد و می افزاید که افغانستان به سبب نزدیک بودن به چین برای امریکا مهم بود. ما می خواستیم این پایگاه را به خاطر چین نگه داریم، نه به خاطر افغانستان. تا
تنها یک ساعت با پایگاه های اتمی چین فاصله داشت. ما این همه را از دست دادیم. روند خروج هم شرم‌آور بود. هرچند امارات اسلامی به تازگی درباره این اظهارات دونالد ترامپ چیزی نمیگوید، اما پیش از این مقام های امارات اسلامی بارها تاکید کرده اند که به هیچ کشوری اجازه حضور نظامی در کشور را نمیدهند. اعضای جنبش اعتراضی چمن در یک گردهمایی میگویند که چمن خاک افغانستان است و حکومت پاکستان نمیتواند قوانین خود را در خاک افغانستان عملی سازد. این اعتراض کنندگان رفت و آمد در امتداد خط فرضی دیورند را حق باشندگان هر دو طرف میدانند و قوانین اعمال شده از سوی حکومت پاکستان را نمیپذیرند. ادامه اعتراض ها در برابر الزام شدن ویزا و پاسپورت از سوی حکومت پاکستان در گذرگاه اسفند بولدک چمن. این بار رهبران و اعضای احزاب سیاسی و مذهبی در بلوچستان نیز در نشست جنبش اعتراضی چمن شرکت کرده اند. اعضای احزاب سیاسی می گویند که حکومت پاکستان خاک افغانستان را غصب کرده و نمی تواند در امتداد خط فرضی دیورند در هنگام رفت آمد قوانین وضع کند. موش با پاکستان نیگت سوی بلکه پاکستان زمز پر خوار و پر وطن بندی جور سوی دی نو تا دو دان عربا پالیسیانی دا پر دیورین نین بایدی دا پاسپورت دا موش نمانو من نو دوستر او شکار کری دی چه پا کانون که ایت یا داکومنت پر دیسی مبندی نستا. اعتراض کنندگان چمن هشدار می دهند در صورتی که حکومت پاکستان بر تصمیمش مبنی بر الزام شدن ویزا و پاسپورت در گذرگاه اسپین بولدک چمن بازنگری نکند، دست به اعتراض های گسترده خواهند زد. در چون اولس با در دی جیلی اسمبلی مختر اولو چرا سی اولس دا دی که پتاسو که غیرت تا اوننگ ستا پراوزی خبره واوری دا با چون ارزو در دی سرابا که بیا هم خلقو پا غجوی که پنبرا تایی شول زموز و ایناوی ناوری دلی رو تاسو یاد ولری قسم پا خدای چه پردی چول وطن باندی آقا شر دیوی نی چه بیا خود دنیا ور تایانی یو ظالمانه پا ایزاله کنه چه دادی پشتانه زلی به لیدن غاری در پشتانو رو پا منز که دیوانو نوایی. اعتراض ها در چمن از یک سال به این سو در برابر الزام شدن ویزا و پاسپورت در گذرگاه اسپین بولدک چمن ادامه دارد و تا هنوز حکومت پاکستان به خواست ها و حل چالش های این اعتراض کنندگان رسیدگی نکرده است. ستاره محکمه می گوید که در یک سال پسین بیش از 185,000 پرونده که بیش از 3,000 آن مربوط به زنان بودند را حل و فصل کرده. مسئولان همچنان می افزایند که در این مدت نزدیک به 179,818 وثایق مختلف را نیز اجرا نمودند. آنان همچنان می گویند که قوانین وضعی که خلاف اسلام باشد در نظام کنونی اسلامی قابل اجرا نیست. استرا محکمه در ارائه گزارش سالانه خود آمار می دهد که در یک سال پسین بیش از 185,500 پرونده حل و فصل شده است. به گفته مسئولان از این پرونده ها به بیش از 8,000 پرونده مواد مخدر و 3,373 پرونده حقوق شرعی زنان نیز رسیدگی شده است. در گونو محاکم تا در آغل و جمشوی و حقوقی او جزایی قضایا و مجموعه ارقام دو لکه 50,000 و سوا دوش بیت ترسیگی. چه لده جمله سخا ده هواد پا ابتدای محاکمو که ده مجموعه قضایا و تعداد دو لکه 3,000 سلور سوا اتا اویاده. مسئولان استرا محکمه می گویند که آنان 179,818 وثایق را اجرا و ثبت دیتابیس کردند. عتیق الله درویش می افزاید که بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی به مناسبت عید سعید فطر و عید سعید اضحی بیش از 2,000 تن از زندان آزاد شده و نزدیک به 2,000 نفر دیگر حسب لزوم دید مراجع زیرب از تخفیف برخوردار شدند. ده کوچنی اولوی اختر با مناسبت 2,300 سلور تن محبوسین لبند آزاد شوی او 1,900 شل تن بندیانو تا د بند په موده کې تخفیف ورکول شوی. آنان تاکید میکنند که شورای عالی استرا محکمه در سال پار 38 نشست داشته و در این نشست ها 191 موضوع مختلف را حل و فصل کرده است. مسئولان استرا محکمه همچنان میگویند قوانین وضعی که خلاف اسلام باشد در نظام کنونی اسلامی قابل اجرا نیست.
بیجه چون که مسائل زیاد است حتما زمان بر میشه مسائل حتما وقت میگیره. این نیست که خدای نخواسته محاکم دهی سستی کرده باشه یا حق یک آدم تلف شود در حق ازو فیصله نشود. مش په اسلامی امارت که شخصی وضعی قوانین چپاغی که مسالیح موجود نوی ده اسلام سره تکروی پا دی باندی ایچ کل عمل که دلائی نسی. بر بنیاد اطلاعات استر محکمه هیئت موظف ریاست تفتیش نیداره 533 موضوع را طبق اصول و مقررات نافذه مورد تفتیش قرار داده است. به گفته مسئولان استر محکمه در جریان یک سال 335 مورد مصوبات کابینه احکام و فرامین رهبر امارت اسلامی با آنان مواصلت ورزیده که پیرامون آن اجرات اصولی نیز انجام شده است. پس از وقفه برمیگردیم. ادامه خبر ده خوش آمدید. سازمان ملل متحد نشستی را درباره وضعیت زنان افغانستان برگزار کرد. نمایندگان شماری از کشورها در این نشست از نقض حقوق بانوان در کشور نگرانی کردند و از حکومت سرپرست خواستند تا حقوق بانوان را در کشور به گونه بهتر تأمین کند. همزمان با این شماری از نمایندگان کشورها که در این نشست حضور داشتند بر پشتیبانی از زنان در کشور تاکید کردند. هرچند امارت اسلامی به تازگی در این باره چیز نگفته، اما پیش از این گفته است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده است. سازمان ملل متحد نشست را درباره چگونگی پشتیبانی از جامعه جهانی در تامین حقوق اساسی زنان افغانستان با حضور نماینده های دائمی برخی از کشورها در سازمان ملل و جامعه مدنی افغانستان برگزار کرد. در این نشست نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از نقض حقوق بانوان در کشور انتقاد می کند. سازمان ملل متحد یک مکانیزم دقیق نظارت و پاسخگویی را ایجاد نماید تا خشونت علیه زنان را مستندسازی نماید. آینده افغانستان بدون حضور زنان متصور نیست و زنان ستون فقرات جامعه ما را تشکیل می دهد. ما باید از تمام ابزارهای پاسخگویی متفاوت که بتواند در این شرایط مؤثر واقع شود استفاده نماییم و ما باید متحدانه یک پیام درست به مردم افغانستان داشته باشیم. در این نشست نماینده های کشورهای چون جمهوری دومینیکا، آلبانیا، شیلی، یونان و مالت نیز بر تامین حقوق زنان در افغانستان تاکید کردند. زمانی بود که زنان حق کار و آموزش را داشتند، اما حالا خاموش و قابل دید نیستند و وقت آن فرا رسیده که از گفتار به عمل رو آوریم. زنان و دختران افغان باید بدانند که تنها نیستند و جامعه جهانی آنها را فراموش نکرده. تعهد ما برای مبارزه آنها به خاطر کرامت انسانی، عدالت و برابری استوار است. هرچند که امارت اسلامی درباره انتقادهای اعضای نشست چیزی نمیگوید، اما در 3 سال پسین همواره تاکید کرده که حقوق تمامیت باهی کشور به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. میان برنامه کوتاه. دوباره خوش آمدید. بانک مرکزی افغانستان میگوید که ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار افزایش یافته. سخنگوی بانک مرکزی میگوید که با اجرای سیاست‌های بهتر پولی از ماه حمل سال روان تا ماه سنبله 3% ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار افزایش یافته. اسوی هم اتحادیه صرافان سرای شهزاده میگوید که افزایش تقاضا به پول افغانی و عملی شدن پروژه‌های زیربنایی روی افزایش ارزش افغانی تأثیر گذاشته. بانک مرکزی افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی 3% افزایش یافته است. سخنگوی بانک مرکزی تاکید می‌ورزد که این بانک با اجرای سیاست‌های بهتر پولی و جلوگیری از قاچاق دلار به بیرون از کشور توانسته ارزش افغانی را در برابر دیگر اسعار افزایش دهند.
په تیرو شپږو میاشتو کې او په تیر یو کال کې د افغانستان بانک وانیدلی چې د افغانۍ ارزښت په ښه ډول وساتي. په تیر یو کال کې زموږ معلومات دا دي چې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې 18.25% لوړ شوی او په تیرو شپږو میاشتو کې 3% لوړ شوی دی. اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل میگوید که عملی شدن پروژه های زیربنایی گسترش تعاملات سیاسی و تقاضای بیشتر به پول افغانی از موارد است که روی افزایش بهای افغانی در برابر ارزهای خارجی اثر گذاشته است. په سرای شهزاده که و بل په ټول د صرافانو په مارکیټو کې د افغانیو تقاضا زیاته ده، د بازار نه د خلکو غوښتنه د افغانیو زیاته ده، او بل په نړی په نړیواله کچه دلته چې د خارج نه موږ افغانان ورونه څومره راځي، دغه اوس خپل سرمایه افغانستان ته انتقالوي، دلته څوک جایداد اخلي، څوک تجارت پکې، څوک صنعت جوړوي، او دغه په افغانۍ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی. در افغانستان امساله در امی وخت سال وخت صادرات میوه افغانستان میباشه و ای افغانی اما وقته خوبتر میباشه در این تاریخ ها در این وقت سال. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که افزایش ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است. هر قدر که بیشتر پول افغانی ارزش پیدا بکنه، به اون پیمانه ما میتونیم کالا را به قیمت ارزان در مارکت به فروش برسانیم و میتونه که تاثیرات خیلی مثبت را بالای کاهش قیمت ها داشته باشه. آمارهای بانک مرکزی افغانستان نشان می‌دهند که ارزش پول افغانی در ماه اسد سال روان خورشیدی در مقایسه با ماه اسد سال پار 17.25% افزایش یافته است. ادامه خبرها از تولو نیوز. امارات اسلامی هیئت را از بهر دلجویی از خانواده های قربانیان به ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی فرستاده. به گفته وزارت داخله، اعضای این هیئت ضمن ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان و وعده داده تا عاملان رویداد دایکندی را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. این در حال است که در حمله ی افراد مسلح در منطقه میان دایکندی و غور 14 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخم برداشتند و گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفته. وزارت داخله سفر هیئت به رهبری معین پلیسی و استراتژی این وزارت به دایکندی به منظور بررسی حمله افراد مسلح در منطقه میان دایکندی و غور که در نتیجه آن 14 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخم برداشتند خبر می‌دهد. مسئولان وزارت داخله در دیدار با این خانواده ها از به کیفر رساندن عاملان این رویداد اطمینان داده اند. در هر سرزمین این کشور شهید است شهید ماست، مریض است مریض ماست، زخمی است زخمی ماست. ما به ایشانان با مپایه اخیر که چقدر وصف تو منشاه همکاری میکنیم و ایشانان دلجویی میکنیم، ایشانان ما به این خاطر ما را فرستادن که این مردم اظهار تنهایی تناسلاتی نکنه. امارت اسلامی به زودی پرستی را میابند که به قاتلین بدبختی شهدا برسانند و آن را به پنجه قانون بسپارند و شریعت اسلامی که قصاص هستند تطبیق برایشان کنند. سخنگوی وزارت داخله نیز میگوید که سرپرست وزارت داخله دستور رسیدگی ویژه به این رویداد را داده و عاملان این رویداد به کیفر خواهد رسید. وارثین شهدا مطمئن باشند که دشمنان اسلام، کسایی که عاملین همچنان قضایا هستند، به اسرع وقت گرفتار شوند و به اشدترین نوع مجازات شوند. برخی از باشندگان ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی از مسئولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا عاملان این رویداد را به کیفر برسانند. اینها را دستگیر کند، اینها را به پنجه قانون بگذارد و قاتلین را در ملای عام به اصطلاح اونها را اعدام کند تا این که پند برای دیگران شود. این در حال است که در حمله افراد مسلح در منطقه میان دایکندی و غور 14 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخم برداشتند و گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در 30 دور فراغت معتادان از مرکز پلچرخی کابل بیش از 500 معتاد مواد مخدر را درمان و در 5 رشته فنی و حرفه‌ای فارغ دادند. معین کار این وزارت میگوید که این افراد در زمان اعتیاد با مرگ نزدیک بودند، اما پس از گردآوری در این مرکز افزون بر تداوی اکنون صاحب یک حرفه شدند. شماره از معتادان کسای وزارت کار و امور اجتماعی درمان شده با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فرا گرفتند ابراز خرسندی می کنند.
برنامه فراغت بیش از 500 تن از معتادان درمان شده از 5 حرفه‌ای که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در مدت 4 ماه فرا گرفتند. بیشتر این معتادان درمان شده جوانان هستند و از اینکه صاحب یک مسلک شده و در خانواده و جامعه خود مدغم می شوند ابراز خرسندی می کنند. مدت 8 ماه که تداوی شدیم، باز دوباره آمدیم به کار امور وزارت کار و امور اجتماعی، ما را تسلیم گرفت. فعلا حرفه حیاتی فارغ شدیم و انشاءالله امید دارم که برایم از اینجا خارج شم، فامیل خود عاید کنم و به جامعه خدمت کنم. 4 اولاد داریم، 2 دختر 2 بچه، انشاءالله کلش درس میخوانه، دیگه مشکل نیست. برای اونا بریم خدمت میکنیم که تا اونا تقویه شه برای جامعه خدمت کنیم. در همین حال مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که این وزارت تا کنون بیش از 3000 معتاد را پس از درمان در مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای خود صاحب مسلک ساخته و در بازار کار عرضه کرده است. معین این وزارت میافزاید که امارت اسلامی در گردآوری و تداوی و پس از ادغام معتادان به بازار کار موفق بوده است و مسئولان در امر مبارزه با کشت، قاچاق، ترویج و کارگیری این پدیده به گونه جدی مبارزه میکنند. وزارت کار و امور اجتماعی خود را مکلفیت می داند تا به اشخاص بیکار جامع، جوانان و کسانی که با لطف خداوند جل و جلاله از مواد مخدر دوری می گزینند، زمینه آموزش فن و حرفه را فراهم نماید. تلاسه که دی کار و ټولنیزو چارو وزارت دوی ته دغه مرکز فعال کړی ده چې خوشبختانه په 500 حرفو کې 1568 تنه د څلور میاشتې په موده کې دوی ته زده کړې ورکړې او نن د فراغت غونډه ده چې د تصدیق پاڼو تر څنګ ورته کاري وسایل او ابزار هم ورکړل شول. در اخیر برنامه فراغت معتادان از رشته های فنی و حرفه‌ای، پارچه تمثیلی در مورد مزارات مواد مخدر، ترانه و شیرخانی نیز از سوی معتادان درمان شده اجرا شد. طاق ظفر یکی از آبده‌های تاریخی دوره امان‌الله خان است که در ولسوالی پخمان کابل موقعیت دارد. این طاق که نمایندگی از فرهنگ افغانستان می کند، از سوی معماران قندهاری و کابلی به سبک اروپایی ساخت و ساز شده. ولسوالی پغمان کابل در کنار آب و هوای گواراش، آبده های تاریخی را همچون طاق ظفر در خود جا داده است. طاق ظفر یکی از آبدات تاریخی دوره امان الله خان است که در ولسوالی پغمان کابل موقعیت دارد. این طاق به افتخار شهدا و اصول استقلال افغانستان در زمان امان الله خان ساخته شده است. آبدات تاریخی بسازیم بر نسل های بعدی در افغانستان. باز گفتن که بیده هر ولایت بسازیم، باز ایره کرده مشوره کردن، گفتن کدام ولایت شهدایی که بیشتر دارن همین بنا رو در همون ولایت اعمار کنیم. باز در سطح ولایت ها، ولایت کابل شهدایش بیشتر بود و با در سطح ولایت کابل و رسولی پغمان شهدایش بیشتر بود. با در زمان امان الله خان اعمار همین طاق ظفر در پغمان ساختن. حالا پرسش اینجاست که چرا این آبده تاریخی را طاق ظفر می نامند؟ طاق خو یک نشانه را میگن. ظفر هم پیروزی و معنای پیروزی و این یک دستاورد یا یک نشانه پیروزی است. طاق ظفر که خود نمایندگی از فرهنگ افغانستان می کند، توسط معماران قندهاری و کابلی به سبک اروپایی در زمان شاه امان الله خان احداث شده و در ساخت و ساز آن بیشتر از چونه، رگ، سمنت و سنگ کوهی استفاده شده است. برخی از باشندگان ولسوالی پغمان بر اهمیت این طاق تاکید کرده و آن را یکی از آبده های تاریخی کشور عنوان می کند. طاق ظفر که از در وقت جنگ افغان انگلیس جور شده و یک آثار تاریخی است، مردم می از پیشش یک دید و دید می کنه و کتش عکس می گیرن. گفتنی است که این طاق چندین بار تخریب شده است و بعدها دوباره ترمیم و مرمت کاری شده است. سرپرست وزارت داخله در مراسم سنگبنای یک مسجد بزرگ در پکتیا میگوید که جنگ در کشور پایان یافته و اکنون زمان بازسازی کشور فرا رسیده. سراج الدین حقانی میافزاید که در گذشته در بخش بازسازی ولایت پکتیا توجه نشده و پس از این توجه امارت اسلامی به این ولایت بیشتر خواهد شد.
سرپرست وزارت داخله در مراسم سنگ بنای یک مسجد بزرگ در پکتیا میگوید که جنگ پایان یافته و اکنون زمان بازسازی و آبادی کشور فرا رسیده است. سراج‌الدین حقانی می افزاید که در سالهای گذشته به ولایت پکتیا توجه نشده، اما تاکید می ارزد که پس از این توجه امارت اسلامی به این ولایت بیشتر خواهد شد. کل افغانستان که الحمدلله یو امنیت خدای تعالی را منست و جنگی مرحله او بحرانی مرحله خدای ختم کرده اوست که خلق و میدونه هیلی داغه دیجی افغانستان با تعمیراتی و کشفی بیاروان و کارونه چیدی دای راست البلا الحمدلله بمخروان دی. در سوی دیگر باشندگان پکتیا میگویند که پس از سالها انتظار اکنون زمان آن رسیده تا در بخش توسعه این ولایت کار شود. آنان همچنان خواهان عملی شدن وعده های داده شده از سوی حکومت هستند. دیمون دی مرکز نه تر پټون سرحد کوری سرک دی مچرغو باند دی تیری باند امداس دی دی تیری کوتل بندونه امداس دی مرکز نه تر پکتیکا سرک دی مرکز نه تر غزنی کوری سرحدونه کوری سرکونه امداس دی میدان هوایی په همدغه شکل کې دی دیمون حوزوی شپانه دی ته دی چې یکیږي حوزوی هیواد خدمات ورکړي وړاندې شنو مونږ د امید کو چې څنګه دوی د جمعات لپاره راغله نور موجودگان لپاره هم بار بار دی دوی د استقبال لپاره مونږ دریک او نور افتتاح او شنور کارونه پیل شي. این مسجد که 3,500,000 دلار هزینه برمی دارد از سوی نهادهای کمک کننده و بازرگانان پرداخت می گردد و کار آن تا سال آینده به پایان خواهد رسید و همچنان در یک زمان گنجایش 10,000 نمازگزار را دارد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با شماری از فرهنگیان و افغانهای مقیم روسیه در سفارت امارات اسلامی در مسکو دیدار کرده. وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک خبرنامه گفته است که خیرالله خیرخواه در باره دستاوردهای امارات اسلامی از جمله امنیت و مبارزه با مواد مخدر، برقراری روابط با کشورهای گوناگون و تقویت و توسعه فرهنگ ملی افغانستان صحبت کرده. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این سفر از کادرهای افغانستان به عنوان جزء سرمایه ملی کشور نام برده و از آنان خواسته تا دوباره به کشور برگردند. خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ با شماره از فرهنگیان و افغانهای مقیم روسیه در سفارت امارات اسلامی در مسکو دیدار کرد. در این دیدار آقای خیرخواه تاکید کرد که روابط امارات اسلامی در حال حاضر با روسیه خوب است. او همچنان خواستار تحکیم روابط با کشورهای همسایه نیز شده است. روابط در محیط بین المللی با ویژه با کشورهای تاثیرگذار مثل روسیه، چین و کشورهای بزرگ دیگه برای ثبات کشور و اعتماد سازی در عرصه بین المللی و پیشرفت افغانستان و قرار گرفتن افغانستان در سیستم بین المللی میتونه یک گام بسیار مثبت باشه. کشورهای شرقی به شمول روسیه و چین روابط همه جانبه دوستانه با افغانستان داره که این روابط میتونه در تامین سال ثبات ترقی نقش مثبت داشته باشد. در این دیدار شماره از فرهنگیان و افغانهای مقیم روسیه نیز بر ایجاد مرکز فرهنگی در روسیه تاکید کردند. آیا ما میتونیم که فرهنگ دیرینه، فرهنگ بومی افغانستان هم ترویج کنیم در کشورهای دیگر؟ اگر ما این را بتانیم بدون شکی کار اقدام نیک است. این در حال است که پیش از این خیرالله خیرخواه در نشست اتحاد فرهنگ ها که در سن پترزبورگ روسیه با حضور وزیران فرهنگ 40 کشور جهان برگزار شد، افغانستان را مرکز تمدن های گوناگون عنوان کرد. ریاست زراعت آبیاری و مالداری زابل میگوید که امسال فراورده های انجیر در این ولایت به 55,000 تن میرسد و گفته مسئولان جلوگیری به موقع از آفت طبیعی و بلند بردن سطح آگاهی باغداران از علت های افزایش این فراورده است. در همین حال بازرگانان میوه خشک میگویند که انجیر تولید شده در این ولایت را به بازارهای خارجی صادر خواهند کرد.
باغداران در ولایت زابل پس از گردآوری حاصلات انجیر از باغهایشان این فراورده را برای فروش به مرکز این ولایت آوردند. شمار از بازرگانان میوه خشک در زابل میگویند که امسال بیشتر فراورده های انجیر از ولسوالی های میزانه، ارغنداب و شهر صفای این ولایت گردآوری شده که افزون بر ولایت های دیگر به بیرون از کشور نیز صادر خواهد شد. انجیر و تجارت خونه اصلا دیر د هندستان ولایت سره چې کوم موږ دغه لرو قراردادونه دغه سره ډیر کاروبار کوو او بل د دوبی سره هم زموږ تجاران هلته کاروبار کوي او پاکستان ته هم کم کمالونه وړل کېږي. سږ کال انځر نرخونه هم ولاکه بعدې ګران هم ډېر نه دي، د بازارانو هم وس رسېږي، تجاران هم تر یو ځایه پورې رسیدګي کولای شوی. خارجي تجاران یا بازارزان چې د کندهار د ښار یا د غزني د ښار هغه هم دلې راځي او د نورو هېوادو د بهرنیو هېوادو ده لکه د پاکستان د هغه هم دلې راځي. در همین حال، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری زابل می گوید که سال گذشته فراورده های انجیر در این ولایت به 18756 تن می رسید، اما امسال این رقم به 55000 تن افزایش خواهد یافت. مسئولین جلوگیری به موقع از آفتهای طبیعی و بلند بردن سطح آگاهی باغداران را از علتهای افزایش این فراورده می دانند. فرل سو دری کال که نظرش پر سو پینزه اتیا هکتار هم ځکه انځر رسیدلی وو انشاءالله حاصلات یې او 55,375 تنه انځر انشاءالله که د الله رضا زموږ د معلوماتو په راټولولو کېږي سږ کال. بر بنیاد معلومات مسئولان ریاست زراعت و آبیاری زابل، پرورش درخت های انجیر آسان و فایده زیاد دارد و به همین علت بیشتر باغداران به ایجاد باغهای انجیر رو آوردند. شمار از باشندگان کابل میگویند که پس از آن که خانه و دکانهایشان از سوی شهرداری کابل در پروژه های جاده‌سازی استملاک شده، اما تا هنوز پول استملاک آن را دریافت نکردند. برخی از پایتخت نشینان از شهرداری کابل میخواهند تا هر چه زودتر به این چالش آنان رسیدگی کند. همزمان با این شهرداری کابل میگوید که در یک سال پسین 2500 خانه تحت استملاک قرار گرفته و از این میان پول بیش از 1500 خانه را پرداخت کردند که پول این خانه ها نظر به لایحه نرخ زمین پرداخت می شود. شمار از باشندگان پایتخت که خانه و دکانهایشان از سوی شهرداری کابل در پروژه های جاده‌سازی استملاک شدند، از شهرداری کابل می خواهند تا پول استملاک خانه و دکانهایشان را پرداخت کند. برخی از این باشندگان می گویند که تا هنوز پول استملاک خانه ها و دکانهایشان را دریافت نکردند. اینجا دوام دکان قصابی ما بود که فعلا در سرک رفته دیگه، بعد ما برای ما پیسه مایسه چیز تالا که نگفته کسی ای چیزه، و دوام دکان ما بود از اینجا رفته تالا دیگه چیز نگفته. در دولت نمونگا غوارو چه داگه کم سرک دی جوڑایی کم رانایی سی سوای ده داگه خلکو تا امتیاز ور که چی برد خپل کورونا خپل مارکیتونا یا دکاندار دکانونا جوڑ کی سی دا خار برد آباد سی دا جوین طول رنگ کرده او د آبادی له خاطر رنگ کړی دا سرک تیر سی سرک انکشاف وکړي او مونږ ته مونږ سره وعده کړی چې پیسې درکوو نو د کورونو په دې لنډو وختو کې به مونږ پیسې هم راکړي چې خپل کاروبار ته بیرته شروع وکړو. همزمان با این مسئولان شهرداری کابل میگویند که در یک سال پسین 2500 خانه تحت استملاک قرار گرفته است که از این میان پول استملاکی بیش از 1500 خانه را پرداخت کردند. نماینده شهرداری کابل میگوید که شهرداری کابل پول استملاک خانه ها را نظر به لایحه نرخ زمین پرداخت می کند که تا اکنون بیش از 1.5 میلیارد افغانی را پرداخت کردند. تا فلحال را شهرداری کابل در شهر کابل بیشتر از 2500 جایداد را خصوصاً امسال تحت استملاک قرار داده که بالاتر از 1500 جایداد خود را دریافت کردند و مطابق با قانون ما در قدم اول خساره ساختمان و در قدم دوم خساره زمین را میدیم، بعد از اینکه اداره محترم اراضی مشخصا تصویت ملکیت را انجام بده و تا فعل حال بیش از 1.5 میلیارد افغانی برای مردم خساره پرداخت شده. این در حال است که از میان 88 پروژه جاده سازی قرار است کار جاده اتصالی کارتینو تا قلعه زمان خان به درازای 394 متر آغاز شود که در مسیر این جاده 254 خانه مسکونی تحت استملاک قرار گرفته است که مطابق به قانون شهرداری کابل پول استملاک خانه ها به مالکان آن پرداخت خواهد شد.
کار سه پروژه توسعه‌ای به هزینه بیش از 300 هزار دلار آمریکایی در اروزگان آغاز شد. مسئولان محلی میگویند که هزینه این پروژه ها از سوی جمعیت هلال احمر افغانی پرداخت می شود و همزمان برای 700 تن زمینی کار فراهم می شود. باشندگان اروزگان ضمن خرسندی از آغاز کار این پروژه ها از مسئولان خواهان عملی سازی پروژه های بیشتر توسعه‌ای در این ولایت هستند. کار چندین پروژه که شامل ساخت بند آبگردان، دیوار استنادی و پاکاری کانال هاست در مناطق مهرآباد، سنانو و ککرک شهر تیرنکود مرکز ولایت اروزگان به هزینه بیش از 100 هزار دلار آمریکایی از سوی جمعیت هلال احمر افغانی آغاز شد. مسئولان محلی میگویند که کار این پروژه ها تا 3 ماه آینده تکمیل و همزمان برای 700 تن زمینی کار نیز فراهم می شود. دا ډیر غټ کارونه دي چې پیل شوي دي. ولس ډیر خوشحاله دی. ولس په وار وار غوښتنه کول د دغه درو پروژو نو هغه دي الحمدلله سرته ورسېده دي. د مرآباد په چلمجای کې یو چکدام دی چې سیلابي اوبو ته جوړېږي. ډیر تاوانونه خلکو ته رسېږي. زراعتي مځکې وړي د هغه ابتتاح وسول او د سړانو د کانال پکاري ده او سیفون دی. دا رقم د ککرک کانال دی چې یو نیم سل یو سل اویا ګز استنادي دیوال دی او د کانال پاکاري ده. باشندگان اروزگان ضمن شادمانی از آغاز کار این پروژه ها از مسئولان میخواهند تا در مناطقشان پروژه های بیشتر انکشافی را عملی بسازند. آنان همچنان خواهان ساخت پل و پلچک های هستند که در پی سرازیر شدن سیلاب های گذشته و ویران شده است. سرلی د ژمی رایش از مور والا ودیره ده پر دغه رقم خرابه ولاړه ده چې ولس یو غړه په بنه دی لیدلې. یعنی د الله په کومک سره چې دوی موږ سره وسیله وکړل نن د خدای راضي الحمدلله د دوی په کومک سره نن موږ ودی کار ته ولاړ یو چې موږ د خیره ولر جوړ شي موږ کانال په مخه ولاړ شي چې موږ ته پلچکان جوړ شي موږ ته د سړک کار وسی موږ ته اوبه پیدا شي د ټانکیو کارونه راته وسی د دې ولسه دا ټوک ټوک سوی دی دا شل کاله وبیدلی دا ولسته ته وګوره پر دنیا حسابات یې نه ده په پښې کې سوی په دې وطنکې. مسئولان محلی اروزگان اطمینان می‌دهند که به هدف فراهم‌سازی زمینه‌های کاری برای مردم تلاش می‌ورزند تا همچو پروژه‌ها را در بخش‌های دیگر این ولایت نیز روی دست گیرند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان از شناسایی و ثبت 25 مکان گردشگری و تاریخی در بیش از 8 ولسوالی این ولایت خبر می‌دهد. ولایت بدخشان با داشتن آب و هوای خوشگوار، کوههای سر به فلک کشیده، دریاهای خروشان، حیات وحش و آبدههای تاریخی از ولایت‌هایی است که بیشتر جلب توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید به تازگی 25 مکان گردشگری و تاریخی در وزارت اطلاعات و فرهنگ شناسی و به گونه رسمی ثبت شدند. 25 مکان گردشگری که هم طبیعی و هم تاریخی و فرهنگی هست تثبیت و شناسایی و مستندسازی کردن و این روند ادامه خواهد داشت. شماری از باشندگان بدخشان از بازارگانان و سرمایه گذاران می خواهند تا در بخش ساخت و ساز مکانهای گردشگری سرمایه گذاری کنند. گردشگران و جهانگردان با آرامش کامل بیایند و از این ساحات دیدن نمایند و فرهنگ گردشگری و توریستی در افغانستان مخصوصا بدخشان رشد یابد. سرمایه گذاری کنند و با تاجرها هماهنگ بگذارند و یک سرمایه است و مردم بدخشان برای کسانی که مثلا از ولایت های دیگه میان و دیدن این مکان های تاریخی و بعضی گردشگران دیگه هم از کشورهای دیگه میان. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که این مکان های گردشگری و تاریخی در ولسوالی های شغنان، زیباک، اشکاشم، گرانمنجان، یمگان، بهارک، وردوج و یفتل پایان شناسایی و ثبت شدند. با همینجا رسیدیم به پایان خبر دست. همراهیتان سپاسگزارم. وقت شما بخیر.